درود به همه ماشین بازای عزیز. امروز می‌خوایم در مورد تقویت موتور راس صحبت بکنیم و این قسمت می‌خوایم در مورد در واقع سرسیلندرش صحبت بکنیم و بگیم چیکار کنیم که تقویت بشه و از اون حالت بیجون بودن در بیاد. ما دو تا راه داریم برای تقویت موتور را، سوپاپ اوورسایز و پورتوپولیش، که توی ادامه ویدیو بهش می‌پردازم. اولین قدم گفتم سوپاپ اوورسایز. سوپاپ اوورسایز قبلا بهتون گفته بودم، یعنی بزرگتر اون بشقابکش و هوای بیشتری میاد توی موتور. حالا طبق همین تعریف ما دو نوع سوپاپ داریم، سوپاپ پژو 405 و سوپاپ کاستوم. توی این موتور ما نیاز داریم برای اینکه توان بهتری بگیریم از سوپاپ کاستوم استفاده کنیم، ولی نمونه با کیفیتش. سوپاپ کاستوم توی سوپاپ هوا 5.2 میل افزایش داریم توی اون قسمت بشقابکش که بسته میشه توی سرسیلند میره، اما توی قسمت سوپاپ دودش ما 3.5 میل افزایش اون بشقابک داریم نسبت به فابریکش که میره توی سرسیلند و بسته میشه. این بزرگتر بودن همونطور که گفتم هوای بیشتری رو میذاره توی موتور بره و از اون طرف دود بهتری رو خارج میکنه و همین باعث میشه که راندمان موتور بالا بره. حالا با تموم این چیزایی که گفتم، یه مقدار تراشکاری توی قسمت سیت سوپاپ ما نیاز داریم که این بشقابک دقیق بره سر جاش بشینه و کمپرس زمانی که پیستون میاد بالا از این قسمت کناریش فرار نکنه. خب راه دومش گفتیم پورتوپولیش هستش. زاویه های ورودی هوا به سرسیلندر را یه مقدار باید اصلاح بشه و اون حالت های 90 درجهی که داره که شکست هوا ایجاد میشه باید کلن حذف بشه. حالا پورتوپولیش یه کار دیگه هم میومد میکرد علاوه بر حذف این زاویه ها، به علت این که اون دور تا دورش تراشیده میشد رانر، یه مقدار رانر گشادتر میشد و هوای بیشتری میتونستیم وارد موتور بکنیم. همین قضیه به اضافه سوپاپ اوورسایز باعث میشه هوا راحتتر و بهتر بره توی موتور و از اون طرف هم دود راحتتر بره بیرون. کسایی که سرسیلندر راه رو با همین روشایی که گفتم تقویت کردن و موتور رو داینو بردن، قدرتی بین 5 تا 10 اسب بخار تونستن با همین دو تا روش ساده از این موتور بگیرن. منتظر قسمت‌های بعدی تقویت راه باشید. لایک این ویدیو یادتون نره، این پست رو برای دوستانتون هم بفرستین تا اونا هم خوشحال بشن راه سوارا. دم همتون گرم، خلاق و پر انرژی باشید.